فرسی. به کانال استوری تایمین فارسی خوش آمدید من آنیتا هستم و هر هفته داستانی کوتاه ولی شنیدنی برای شما تعریف میکنم این هفته هم با قسمت دیگری از داستان یوسف و زلیخا با شما خواهم بود اما قبل از شروع خواستم خواهش کنم که اگر داستانهای ما رو دوست دارید با دوستانتون به اشتراک بذارید و با سابسکرایب کردن و گذاشتن نظرات و پیشنهاداتتون ما رو ساپورت کنید و اما داستان این هفته یوسف و زلخاخ قسمت سوم نوشته فریده خلعت و به تصویرگری میترا عبداللهی قسمت قبل شنیدید که زلیخا یوسف رو به قصر میاره و به خدمت میگیره. همچنین به اونجای داستان رسیدیم که طاقت نمیاره و راز دل میگه و کام دل میخواد. و حالا ادامه ماجرا. یوسف <applause> شرم کرد. گریه سرداد و گفت خیانت به ولی نعمت کار من نیست. عزیز مصر مرا امین دانسته به سرا اش راه داده. از من ناسپاسی نخوا. من به جز بندگی و فرمان برداری کاری نخواهم کرد و تو نیست تنها انجام دادن وظایف بندگی را از من بخوا. زلخای ناامید روز به روز رنجورتر و افسرده تر شد. دایه که راز درون و گرفتاری اون رو میدونست گفت یوسف رو به تماشای کاخ خود ببر. زلیخا اشاره دایه را فهمید. پس از آن یک روز یوسف را به بهانه تماشای کاخ به اونجا برد. وارد اولین نشیمن که شدن زلیخا قفل بردر زد. یوسف نگاهش را به زمین دوخت. در تالار دوم زلیخا قفل بردر زد و یوسف سر بلند نکرد. بدین ترتیب به تالار هفتم رسیدن. زلیخا باز هم قفل بر زد و به سوی تخت خواب شاهانه کنار خوابگاه رفت. آشکارا قصد و خواست خود را بیان داشت. یوسف از زلیخا رو گرداند و با التماس به زلیخا گفت: صدها پادشاه روی زمین آرزوی سال تو را دارند. از من دست بکش، من دوست ندارم که با تو در اینجا تنها باشم. زلیخا جواب داد: من سالها رنج بردم و صبوری پیشه کردم. حال با من مهربان باش. این رو گفت و دست یوسف را گرفت. یوسف به زور دست خود را از دست زلیخا بیرون کشید و فریاد برآورد. شیشه بیگناهی مرا به سنگ بیشرمی نشکن. بگذار همانطور که بیگناه چشم بر دنیا گشودم بیگناه از دنیا بروم. یوسف به این خلوت کرده هیچ کس راه ندارد. هفت قفل بر هفت در زده ام هیچ کس نخواهد فهمید ما اینجا چه کرده ایم. یوسف از شرم عرق از پیشانیش سرازیر بود. هیچ کس نباشد. وجدان من هست. ایزد یکتا شاهد اعمال نیک و بد است. جواب محبت های عزیز مصر این نیست که از من طلب میکنی. اگر با من مهربان باشی عزیز مصر را در حال مستی با جامی زهر به دیار دیگر خواهم فرستاد. روز قیامت گناهان کبیره را چه پاسخی خواهی داد؟ زلیخا خنجر برنده از زیر بالش بیرون کشید. تیغه اون رو بر روی سینه گذاشت و با لحن تهدید کننده ای گفت اگر مرا کامیاب نکنی خنجر را در قلب خود فرو خواهم کرد و خون مرا به گردن خواهی داشت. یوسف وحشت کرد. با مهربانی پیش رفت. خنجر را از دست زلیخا گرفت و پا به فرار گذاشت. قفل و بست درها در برابرش گشوده شد. از خوابگاهی به خوابگاه دیگر دوید. زلیخا چون شطور مست کف بر دهان آورده بود و اون را دنبال می کرد. نزدیک در آخرین خوابگاه به یوسف رسید چنگ انداخت و از پشت پیراهن رو یوسف رو گرفت یوسف گریخت اما پیراهنش از بالا تا پایین چاک شد زلیخا میان آخرین در حسرت بر دل بر جای ماند یوسف عرق ریزان و نفس نفس زنان در باغ میدف عزیز مس با چند نفر از نزدیکان در باغ بود. یوسف به اونها رسید. عزیز مس پریشانی یوسف و پیراهن چاک شده اون دید و حال اون رو پرسید. یوسف حرمت زلیخا رو نگاه داشت و پاسخی بدون ضرر و زیان جور کرد. زلیخا که گفتگوی عزیز را با یوسف دید هراسان شد. ترسید یوسف راز رو فاش و اون رو رسوا کنه. گیسوان پریشان کرد صورت را چند کشید آشفته و برافروخته خود را به عزیز مصر رسوند زاری سرداد و گفت این بنده ابرانی که چون فرزند به بارگاه پذیرفتی و به او محبت روا داشتی از اول به من نظر داشت من به او زنین بودم اما نمی توانستم باور کنم که یک غلام زرخرید جسارت خیانت به ولی نعمت خود را داشته باشه. تا اینکه امروز چون دزدان بر سر بالینم به قصد سو آمد ممانعت کردم به زور متوصل شد پیراهنش را چنگ زدم پاره شد و او را از خود دور کردم و گریختم عزیز به خشم آمد یوسف که چنین دید راز دلدادگی ظلخا و امتناع خود را فاش ساخت و اضافه کرد وقتی به نصیحت نتونستم اون رو به پاکی دعوت کنم به سوی در گریختم و خود رو به صد درماندگی به اینجا رسوندم. عزیز مصر درمانده بود که حرف کدوم رو بپذیره. قصد نداشت همسر خود رو خیانت پیشه بشناسه و راضی نمیشد یوسف رو بی گناه مجازات کنه. با پریشانی به سرای خود بازگشت. در آنجا کودک چند ماهی که در خواب بود ناگهان چشم گشود و به سوی عزیز مصر سرگرداند. معجزه شد نوزاد به سخن در اومد و گفت اگر پیراهن یوسف از جلو دریده شده یوسف دروغ گوست و اگر از پشت پاره شده یوسف بیگناه است عزیز مصر وقتی این راز را از زبان طفل نوزاد شنید به زلیخا گفت این, این, نیرن... این, نیرنگ شما گناهی بزرگ است یوسف تو این خطا را نادیده بگیر و تو عیزن از گناه خیش آمرزش بخواه که خطاکار کار بوده ای. یوسف راز رسوایی زلیخا پنهان داشت اما این رازی پنهان داشتنی نبود مردم از زبان درباریان داستان دلباختگی زلیخا به غلام خود را شنیدند و اون رو گوش به گوش پراکندند زلیخا وقتی خبر پراکنده شدن داستان رسوایی خود رو بین زنها شنید روزی تمام زنان بزرگان رو به مجلس خوند یوسف را آرایید و لباس دیبای زربافت پوشاند و در پس پرده نگه داشت. به دست هر کدام از زنها کاردی تیز و یک تورنج داد. موقعی که سرگرم پوست کندن تورنج بودند، یوسف را از پس پرده به بیرون آورد. گویی خورشید از افق سر برآورده بود. چشم ها به جمال درخشان یوسف خیره موند. زنها از خود بی خود شدند و دل از کف دادند. همگی به جای تورنج دست خود بریدند. اونها یک صدا فریاد برآوردند از خدا به دور این بشر نیست این جز فرشته ای بزرگوار نیست زلیخا که آن دید گفت بله این همان است که درباره او ملامتم کردید بله من از او کام دل خواستم او خیشتنداری کرد شما که دست از رنج نشناختید باز هم را ملامت خواهید کرد؟ آنها فریاد برآوردند نه این بشر نیست فرشته است که از آسمان به زمین آمده زنها که سر از پا نمی شناختند یوسف را چون نگین انگشتری در میان گرفتند یوسف با بی روی گرداند دل مجلس را ترک کرد و راه خود پیش گرفت زنها دل شکسته و تحقیر شده به خشم اومدند و زلیخاه را گفتند برای جلوگیری از رسوایی و بیابرویی و ادب کردن این غلام جسور اون رو به زندان بینداز تا هم مردمان از یافه گویی دست بردارند و هم غلامت به اطاعت در بیاد. زلیخا پذیرفت. یوسف را در خلوت به مجازات زندان تهدید کرد. یوسف دست بر آسمان برداشت و گفت پروردگارا زندان برای من از گناهی که مرا به آن میخوانند خوشتر است نیرنگشان را از من دور فرما که اگر به ایشان مایل شوم از گناهکاران و جهالت پیشگان خواهم بود شبنگام زلیخا در خوابگاه به عزیز مصر گفت اگر اجازه فرمایید رو یوسف را به زندان اندازم تا به گویان حرفهای بیهوده نگویند عزیز مصر این امید را پیدا کرد که زلیخا دل از یوسف کنده است. اختیار به زلیخا داد. زلیخا دستور داد یوسف را با لباس غلامی پوشاندند و قل و زنجیر بستند. بعد او را به زندان انداختند. چندی گذشت. سر و صداها خوابید. زلیخا پنهانی به زندان بان گفت که یوسف را از بند قل و زنجیر رها سازد و به او رسیدگی کنه. یوسف با زندانیان رابطه دوستانه برقرار کرد. رنج و دردشون رو تسکین میداد، به آینده امیدوارشون میکرد و اونها رو به پرستش خدای یگانه فرا میخوند. زندانیان به یوسف احترام میذاشتند و دردشون رو به اون میگفتند. زلیخا از دوری یوسف دلتنگ و از زندان زندانی کردنش پشیمان بود. یک شب دل به دریا زد و به زندان رفت. به پای یوسف افتاد. زار زار گریه کرد و التماس کرد. یوسف به او روی خوش نشون نداد. زلیخا پرسید تو چه جور آدمی هستی؟ چه دل سنگی داری؟ نه به من رحم می کنی نه به خودت؟ چرا زندان و شکنجه را به بستر نرم و گرم من ترجیح می دهی؟ یوسف سر بر آسمان برداشت و جواب داد در اینجا دل انسان ها با من یکیست. آنها را از بود پرستی دور و به ایزد, ایزد یکتا نزدیک کردم. از من دست بدار و مرا به حال خود بگذار. زلیخا دل شکسته و اندوه زده زندان را ترک کرد. چاره این اندیشید. روی بام کاخ مشرف بر زندان کلبه ای بنا کرد. در را به روی خود بست و از سوراخی که فراهم ساخته بود روز و شب به زندان یوسف چشم دوخت. آنقدر زار زد که گیسوان مشکینش چون برف سفید شد صورت چنگل لطیفش چین و چروک پیری گرفت استخوان پشتش برآمدگی پیدا کرد جوان پیر شد و راه بیابان در پیش گرفت بله در اینجا قسمت سوم داستان ما هم به پایان میرسه و تا هفته دیگه باید صبر کنیم تا ادامه داستان یوسف و زلیخواه رو بشنویم بازم ممنون که با من و داستان این هفته همراه بودید شما میتونید از طریق فیسبوک و اینستاگرام و همچنین ایمیل با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو برای ما بفرستید ایمیل برنامه فارسی @gmail.com هست و توی اینستاگرام و فیسبوک ما رو به همین نام استوری تامین فارسی میتونید پیدا کنید تا روز دیگر و داستانی دیگر به